عشق مادری قسمت 17. ناگفته نماند که من خودم هم فرزند کلیشتر بودم، اما آرزوهای بالایی برای فرزندانم داشتم که در کلیشتر امکان رسیدن به آن آرزوها وجود نداشت. من مادر زیاده خواهی بودم، نه، اما بچه هایم با شکنجه داشتند بزرگ می شدند. پدرشان از آنها کارهایی را می‌خواست که در توانشان نبود و با فحاشی روحیه آنها را نیز مسموم کرده بود. وقتی وضعیت بچه هایم را می‌دیدم، به عنوان یک مادر می‌بایست کاری برای فرزندانم می‌کردم و تا زمانی که عزیزانم زیر یوغ پدر بودند، کاری از دستم ساخته نبود. پس ترجیح دادم از نقطه ضعف او استفاده کنم و با کنار کشیدن خودم و نشان دادن دختری زیبا و کم سن و سال به او، توانستم بچه هایم را بردارم و از آن جهنم خارج شوم. کلیشتر یک دهکده بسیار زیبا و خوش آب و هوا بود، اما ای کاش مردمی که در این قبیل مکانها به دنیا می آیند و زندگی می کنند، به شکرانه آن همه زیبایی و نعمتی که در آن نهفته است، خوی انسانی داشته باشند و حداقل باعث عذاب فرزندان و نزدیکان خود نشوند، وگرنه همه قابل احترامند. خانواده، همسایه، همشهری، دوست و دشمن، که اگر چنین باشد دشمنی وجود نخواهد داشت. من زن بی سواد 26 ساله کلیشتری فقط این را دانستم که اگر به چنین زندگی ادامه بدهم، دو فرزندم مانند پدرشان بی‌رحم و زبان نفهم بزرگ خواهند شد. البته نه دو فرزند، معلوم نبود چند فرزند، و این مسئولیت را احساس کردم که باید بگریزم. اما گاه گاهی فکر می کردم که آیا آن دختر بیچاره را که جای خودم نشاندم مرا خواهد بخشید؟ خوب که فکر می کنم به این نتیجه می رسم که آن دختر سرانجام با یکی از همین مردان زندگی خواهد کرد. او از جهنمی به جهنمی دیگر نقل مکان خواهد کرد، چه پای من در میان باشد چه نباشد. من هم همسن او بودم که پای به خانه رحمان یا همان مش سفر گذاشتم. با وجودی که پدر و مادر داشتم، وای به حال آن دختر که مادر هم نداشت. به هر حال برایش آرزوی سلامتی و بهروزی می کنم. این افکاری بود که هنگام خواب فکر مرا آشفته کرد و ساعتها بیداری کشیدم. در نتیجه صبح روز بعد آنقدر خوابیدم که دیگر نفهمیدم بچه ها کی رفتند. سعید به کارخانه رفته بود و ویدا نهار درست کرده بود. به اتاقم آمد و گفت مامان چرا بیدار نمی شوید؟ نکند خدای نکرده کسالت دارید؟ برخواستم. نه دخترم، دیشب بی خوابی به سرم زده بود. نزدیکی های صبح به خواب رفتم. گفت انشالله که فکرهای خوب کردید. گفتم آره عزیزم، فکر عروسی شماها بودم. راستی بچه ها کجا هستند؟ گفت حمید و ستاره صبح زود رفتند. سعید هم رفت کارخانه. من هم نهار درست کردم. ببخشید که بدون اجازه شما نهار درست کردم. گفتم عزیزم اینجا خانه توست، اجازه یعنی چه؟ دوش گرفتم و به آشپزخانه رفتم. دیدم ویدا برایم صبحانه درست کرده بود و مشغول سالاد درست کردن بود. گفتم من هم در آشپزخانه صبحانه میخورم، میخواهم کنار تو باشم. عزیزم تو تصمیمت را گرفته ای؟ گفت آره مامان جون، حدسم درست بود. آدم ها زیر سقف خانه بهتر همدیگر را می شناسند. برای همین من به اینجا آمدم. راستش را بخواهید من چند خواستگار دارم و از طرف پدر و مادرم تحت فشار هستم. آنها می گویند سنت دارد بالا می رود، باید تصمیم بگیری و یکی از آنها را انتخاب کنی.
اما من هیچ کدام را نمی خواهم. وقتی شما مسئله سعید را مطرح کردید، فکر کردم زودتر او را بشناسم. شاید از دست بقیه و اصرار پدر و مادرم نجات پیدا کنم. حدسم درست بود. مرد مورد علاقه من سعید است. بوسیدمش و اظهار خوشحالی کردم و گفتم من فقط نگرانم که پدر و مادرت قبول نکنند که مراسم عروسی نگیریم. البته برای آنکه بهشون ثابت کنیم که منظور نداشتن یا خساست نیست، من تمام هزینه عروسی را به تو میپردازم. او خندید و گفت نه مامان جون، شما نگران این مسئله نباشید. موضوع را من از طرف خودم مطرح می کنم و زیر بار هیچ مراسمی نمی روم. شما فقط از پدر و مادرم دیدن کنید. همین صحبت ها با خود من آن شب را مهمان حمید و ستاره بودیم و فردا صبحش باید به تهران می رفتیم. خیلی خوشحال بودم، اما آنچه که موجب استرسم شده بود وجود رحمان بود که می ترسیدم برای فرزندانم موجب درد سر شود. ولی خودم به خودم دلداری می دادم و می گفتم او هیچ غلطی نمی تواند بکند. بچه هایم عقل و شعور دارند، خودشان می توانند از دستش رها شوند، مانند دیشب که عذرش را خواستند. همچنان که دوباره در خودم فرو رفته بودم، سعید از راه رسید. یک ساعت زودتر آمده بود، مثل اینکه دلش می‌خواست بیشتر در خانه باشد. خب او هم جوان بود، دوست دارد بیشتر همسر آینده‌اش را ببیند. نهار خوشمزه ویدا که عدس‌پلو بود با کوفته‌های کوچولو و کشمش خوردیم. او عذرخواهی کرد و گفت چون دسترسی به جایی نداشتم کم خرید کرد که خرید کنم، همینها را که در خانه بود درست کردم. البته می توانستم با ماشین به بازار بروم، اما می ترسیدم مامان بیدار شود و نگران شود. گفتم اتفاقا ما همگی خیلی عدس‌پلو دوست داریم، آن هم با این سبک که تو پخته ای. این همه زعفران را از کجا آوردی؟ گفت برای احتیاط برداشته بودم. گفتم نکند اینجا زعفران نباشد. چه خوب عزیزم، فکر همه چیز را کرده بودی. نشستیم و تا نزدیکی های غروب حرف زدیم و گفتیم خب باید برویم خانه حمید و ستاره. الان دیگر کارشان تمام شده و استراحت هم کرده اند. به راه افتادیم و به رودبار رفتیم. اصلا میلی به دیدن رودبار نداشتم، اما ویدا دوست داشت رودبار را ببیند. حرفی نزدم که او راحت باشد. چرخی در رودبار زدیم. درختان زیتون برایش خیلی جالب بود و کوچه های خاکی شیب دار. گفتم عزیزم نمیخواهی خرید کنی؟ گفت نه، او به خاطر اینکه میدانست اگر خرید کند ممکن است سعید پولش را بپردازد خرید نمیکرد. اما سعید جلوی یک مغازه بزرگ ایستاد و مقدار زیادی زیتون و زیتون پرورده خرید برای ویدا و برای من. ویدا تعارف کرد پولش را بپردازد، اما سعید با دلخوری نگاهش کرد و او هم دیگر اصرار نکرد. به خانه حمید و ستاره رفتیم. خانه آنها خیلی لوکس و قشنگ بود، اما فقط قالی نداشت. به فکر افتادم که این بار که از تهران آمدم قالی ها را با خودم بیاورم. در تهران بودن آن قالی ها لزومی ندارد. زندگی بچه های من اینجاست. من هنوز در بانک پول خوبی داشتم، اما برای روزهایی نگه داشته بودم که مبادا به آن پولها احتیاج پیدا کنم و پول تو جیبی هم در دستم هنوز مقداری بود. حمید و سعید اصرار داشتند که به من پول بدهند، اما من قبول نمی کردم و می گفتم هر وقت نیاز داشتم بهتون می گویم. آن شب خانه حمید و ستاره خیلی به همون خوش گذشت و تا دیر وقت نشستیم، صحبت کردیم، گفتیم و خندیدیم و یک وقت متوجه شدیم که نیمه شب است و من ممنوع کرده بودم که شب به جاده برویم، اما ما سه نفر بودیم و خانه آنها جایی برای سه نفر نداشت. سعید با لحن التماس‌آمیزی گفت مامان جون امشب را اجازه بده به خانه برویم و من دیدم چاره ای نیست.
گفتم باشد برویم، ولی خیلی احتیاط کن. حرکت کردیم و سعید نهایت احتیاط را کرد. به خانه رسیدیم و خیلی راحت خوابیدیم. قبل از خواب ما از سعید خداحافظی کردیم و گفتیم که فردا صبح می رویم. سعید گفت چه ساعتی من به خانه بیایم؟ ویدا گفت شما به کارتان برسید. مادرها را می بندیم و می رویم. واقعا چقدر این دختر کم توقع است. او واقعا زن زندگی است. آن شب را خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم سعید رفته بود. آنقدر بی صدا که ما هیچ کدام بیدار نشدیم. صبح که صبحانه را صرف کردیم ویدا گفت اگر اجازه بدهید کمی کتلت برای نهار سعید درست کنم بعد برویم. گفتم ممنونم دخترم، اما کمی بیشتر درست کن که برای نهار خودمان هم ببریم. ویدا همزمان کتلت سرخ کرد و کمی سالاد برای سعید درست کرد. آماده حرکت شدیم که سعید آمد و نان تازه و کالباس برای بین راه ما خریده بود که وقتی کتلت را دید فهمید که دیگر لزومی ندارد. سعید ما را بدرقه کرد و به ویدا گفت اگر اجازه بدهی من در آموزش و پرورش برایت جا رزرو کنم. و ویدا با خوشحالی گفت حتما این کار را بکنید. از سعید خداحافظی کردیم و به راه افتادیم. من و ویدا خوشحالتر از موقعی که می رفتیم بودیم و دائم در مورد ازدواجشان صحبت می کردیم. ویدا به من گفت فرصت نکردم بهتون بگویم. من و سعید قرارمان را گذاشته ایم. تا چند روز دیگر سعید به تهران می آید. من هم باید با پدر و مادرم صحبت کنم و آنها را آماده کنم که خواستم چیست و چگونه دوست دارم ازدواج کنم. سعید گفت به مامانم نگو کی می آیم، مامانم استرس پیدا نکنه. ببخشید من از دهانم پرید، نباید می گفتم. گفتم نه دخترم، خوب کاری کردی گفتی. من نمی گویم می دانستم، اما خودم را آماده می کنم. این چند روزه سه بار ویدا با من خواندن و نوشتن را کار کرده بود. من درس ها را می بلعیدم و دیگر موقعش رسیده بود که خودم کلمه بنویسم. از این بابت هم خوشحال بودم. گفتم ویدا جان شماها عروسی کنید، من می آیم یک ماه پیشتان می مانم که الفبا را کامل یاد بگیرم و عددها را هم خوب یاد گرفته بودم به طوری که می توانستم خودم شماره تلفن ها را بخوانم و بنویسم. خدایا من چقدر خوشبخت هستم. ویدا می گفت بعد از ازدواج ما شما باید با ما زندگی کنید و من در جوابش گفتم من از مزاحمت بدم می آید و دوست دارم مستقل باشم. گاه گاهی شماها را ببینم. او گفت در این باره بعدن تصمیم بگیرید. ما بین راه نهارمون را خوردیم. ویدا گفت کمی قدم بزنید که پاهایتان خشک و خسته نشود. کمی هم با هم قدم زدیم، قهوه خوردیم و به راه افتادیم. حدود عصر بود که به خانه رسیدیم و ویدا وسایل مرا به راه رو آورد. گفتم دخترم شب پیش من بمان و او گفت منتظرم هستند. باید بروم. برای کلاستان بهتون زنگ میزنم. ویدا رفت و مرا با رویاهای عروسیشان تنها گذاشت. سعید و حمید زنگ زدند و از رسیدن ما مطمئن شدند. از سعید پرسیدم نظرت در مورد ویدا چیست؟ تشکر کرد و گفت بسیار دختر خوبی است مامان جان. او زن زندگی است. شما همه چیز را در مورد ما تمام کردید. گفتم اگر خانواده‌اش قبول نکنند که عروسی خانوادگی بگیرند چی میشه؟ گفت قبول میکنند. پسرت را دست کم نگیر. باز هم خوشحال شدم. به راستی خوشحالی چقدر خوب. حرفهای مثبت زدن چقدر و شنیدن چه لذتی دارد. ای کاش هیچ کس به خصوص مادران به خودشان اجازه ندهند فکر منفی داشته باشند. من با فکرها و رویاهای مثبت از خانه گلیم بیرون آمدم و هنوز هم مثبت فکر می کنم و همیشه موفق بودم. آهای منفی اندیشان، افکار منفی را به دور بریزید و مثل من مثبت باشید، نتیجهش را می بینید. بلند بلند با خودم حرف می زدم که امین خانوم به سراغم آمد.
نشست، با هم چای خوردیم و حرف زدیم. گفت یک دختر خوب پیدا کرده ام برای مرتضی و دارم فکر می کنم چجوری پول عروسی را جور کنم. به او گفتم با دختر صحبت کن و راضیش کن که جشن نگیرید و خرید اضافی نکنید. با دستش به صورتش زد و گفت وای مگه میشه؟ گفتم آره میشه، اگر پسرت را بخواهد میشود. گفت نه، خودمان آبرو داریم. گفتم آبرو به این است که مخارج هنگفت بکنید و بعد قصه پرداخت قرض ها را بخورید. زندگی این نیست امین خانم، به خودت بیا. اگر میخواهی حفظ آبرو کنی به دختر بگو پولش را با پسرت، پولش را به او و پسرت میدهی که با آن خانه بخرند. اصلا من جای تو باشم به عروس میگویم پول جهیزیت را هم بگذار روی پول جشن عروسی، خانه بخرید و بعدن یواش یواش زندگیتان را مرتب میکنید. از من پرسید که شما چه کردید؟ گفتم من هم عروسم را پیدا کردم، به زودی ازدواج میکنند. گفت ماننده عروسی دکتر حمید؟ گفتم بله ماننده عروسی حمید، مگر چه عیبی دارد؟ گفت خوش به حالتون که می توانید، البته دلیلش این است که شما فامیل ندارید. گفتم هم فامیل داریم و هم عروس هایمان، اما به هیچ کدام بدهی نداریم. ما همین هستیم که می بینید، می خواهند قبول کنند، می خواهند قبول نکنند. ما که به خاطر فامیل زندگی نمی کنیم. امین خانوم به فکر فرو رفت و بعد گفت ببینم چه می شود. گفتم سعیت را بکن. او رفت و من هم که خسته بودم خوابیدم. صبح روز بعد کمی به نظافت خانه مشغول شدم و کاغذ و مدادم را برداشتم و شروع به نوشتن کردم. کارهایی که برای عروسی سعید می بایست می کردم. غلط و غلوط یک چیزهایی نوشتم. خب رونمای عروس را که داشتم. غذا هم به عهده رستوران رفتاری بود. میوه و شیرینی را هم خود سعید می خرید. پیراهن عروسی هم که داشتم، همان پیراهن مخملی که برای عروسی حمید پوشیده بودم، کفایت می کرد. پس چی بنویسم؟ خنده ام گرفت. واقعا که من زندگی را خیلی ساده گرفته بودم و اگر این سادگی نبود هرگز نمی توانستم موفق شوم و به این جایی که هستم برسم. یادم آمد که وقتی کارم را شروع کرده بودم وقت نداشتم شام درست کنم و بچه هایم نان خالی می خوردند. یادم آمد که نهار بچه هایم یک بشقاب غذای شوکت خانوم خدا بیامرز بود که با هم دیگر با نان می خوردند که سیر شوند. یادم آمد که برای بچه هایم با درد سر یک جفت کفش می خریدم. یادم آمد که سالهای سال لباسهای کهنه شوکت خانوم را می پوشیدم. اسم این کارها را چه می توانستم بگذارم جز ساده زندگی کردن، ساده خوردن و ساده پوشیدن و ساده فکر کردن و کلن زندگی را ساده انگاشتن. ساده زیستی، مثبت اندیشیدن در دو عامل زندگی من بود و دو عامل موفقیت زنهایی از قبیل من. ای کاش امین خانوم از زندگی من عبرت بگیرد. داستان من یک حقیقت مطلق است. شنونده‌ای که داری به این داستان گوش می‌کنی، لبخند بزن. غم‌هایت را از سینه‌ات بیرون بریز. همسرت بد است، از قلبت بیرونش کن. و اگر پدر خوبی برای بچه‌هایت هست یا اگر بلد نیستی مانند من نان بپزی، بدون اینکه خودت را اذیت کنی از او طلاق عاطفی بگیر. او را به حال خودش رها کن، اما یادت باشد ساده زندگی کن. قدمهایت را محکم بردار و مادر خوبی برای فرزندانت باش. زندگی هیچ وقت بر یک پایه نمی ماند، به خصوص اگر زندگیت را بر پایه ای مثبت بنا کنی که برای مثبت بودن هیچ وقت دیر نیست. پایان قسمت 17.